Mesela ben şimdi orada alınacağım ki çi bayız şu ki daz pa ama bu şey be zana ve iyi adı sarı hafta da işler. Yak hafta peş rafta ut şube. Da kar o kadar hafta ki bu işe de şube aksar şan bahse gülüyor. Facebook şans. Ve bu aksar ki rafta da şube dar ama da دیده که شبهش بعد بعد از هر چیزش که چیزی کارم بعدش بدم نمایش نمی فهم دیگه بسیار چیزا رو نمو گرفت که بر کنمش یک لک یک نیم لک و دو از یک لک بیسه چقدر قیمت داشت نوا گفت اونا را کلش بردن چیزایی که باقی مانده او را خراب کردن من چی کنم این کمی چرا کم کنم که چرا از کار بار من افتادم دیگه من دیگه جای بارم جواب دادم که شما دیگه در تلویزیون کار نکنید تلویزیون فسخ شده خلاص شده دیگه از دمی چرت فکر بود در وقت چرا چرت میزنی هیچ هم دیگه طرف ما سعی میکرد ما بیکار طرف این بیادر خود که مدیر ارگان های محل از سیر سیکل سر قواری سیکل رو چی شده از دست به پیسگی بیرزگاری سیکل هم بیخید اشتکاکاش در خانه است این طرف از این سعی میکرد طرف من سعی میکرد طرف اون بیادر خود که در دوکان میرفت کرد این دوکان میبرش باش که ساعت شش شبه اونجا کرد من کار کنم دوکان خرادی سک چیز از در برچرخی یک کار میکرد کارای موتره اون میبردش یک باش که فکر اوان خوب شوه باز امور شوه که آدسه شده بود دیگر میامدن سر موتر شیستم تو چورت فکر اما سریای دیگر گفته که چرا این بیادر چورت میزنه بوده خاصی شد این بیدر اکش خاصی شد گفته چرا چود میزنه گفه هیچ هم ترکه از اینجا آمده خاله خاله که آمده اینجا این بیدرش بود نان خوردن چای خوردن این هم تو مانده و زنه خو میکنه خو بردش هم این کمپل سر از این انداخته این بیدار شده ساعت های دوازده بجه یک بجه بود دوازده بجه چقدر هم نمی فهم دیگه ساعت شد نگفته این بیدار شده باز دفته این خانه خود خواب کرده این بالا تا یک بایی شب کرده بچه مامای خود مسج میکرده مسج میرفت و میرمه باز از یک بایی شب دیگه یک این خواب کرده یک گرپس شدیده این شب که میبود خوابش نمیبود ایست میگشت ایست میبود برنده این خانهش در این طرف هست از برنده میرفت و میرمه میرفت و میرمه میرفت و میرمه گرپ و گرپ و گرپ و گرپ همیشه یک گرپس شوریده ای فکر کرد گرپس پاهم شده تشنام رفته یک رفته خواب کرده صبح وقت خیسته ای به نماز که دیده که آرون اونجا در کشال هست رفت میده که کشال هست تشنام رفته گفت آرون چی میکنی اینجا این گب نزد تشنام پس بیره برای بدن دکه زده که دور خورده دور خورده خودم خواهد دیگه برای ما هم نبودم در خانه خانه دختر رو رفته بودم میگید برای ما تلفون کرد و مو ساعت که این تا کده کس چیز ساعت بچ میچهد بجش صبح بود تاریکی بود من رو خواست که یک یارون چی کده من گفتم البته یا از بام افتاده یا از برنده افتاده یا از کار کده که یا البته چیز شده آمدیم البته آمدیم خانه آمدیم که دوری دالیزم داخته شد اما تو دراز فقط بخواه خواه کرده باشه بیست که خواه کرده باشه هیچ کدام آثار چیز در جانش نه مثل که همی یک بادم بود ترکیه خواه خواه کرده اون اکسای شست چیز از تابوت جاش از مردش کرده مثل که خواه کرده باشه این بچه میگم خواه کرده این بچه خواه هست بیدار نکنه بیدار نه در قبر بادم که قبر هم در که میگم البته که خواه هست بچه همه در قبر رو میگم خواه کرده میدونی که خدا هیچ کسا نشان نده بچه که بیزارم بچه خوب بود هر ساعت یادم بهم دلم تاو میخوره تاو میخوره تاو میخوره نمیخوام که چی کنم حیران بیمون خب خیلی ها شده خدا خدا بیا برده شخ اشتباه کرد دفعه در فکر کرد در فکرش خدا چی گشت طرف باید سعی کرد، طرف بیادر سعی کرد، طرف خانه سعی کرد، ولی خرج خانه بزن. زندگی رو چرا کم جور کنیم؟ بابه هم بیکار بایده رو بیکنم، بیاده رو یک کم کار بیکنم و که خرج خانه رو پوره بیکنم. با خاطر دیگه، البته همیتی تندرش گشته، چرا کم نامید شده زندگی؟
یه قرار زحمت کشید، تکلیف کشید، باخره بیچه. چقدر وقت میشه کارون بیکار بود و از مشکلات اقتصادی چقدر رنج میبرد؟ با شما چی میگفت در خانه تو رویش چه قسم بود در یه وقت که؟ یک چرپی که داشته بود، یک موتورسیکل خریده بود. موتورسیکل خدا دید که اقتصاد خانه خلاص هست، خراب هست، موتورسیکل خدا فروخت. بوده فروخته بوده، گفت من اگر جایی رفتم که بتانم رفته یک 300 دلار یا 400 دلار پیشش بود. بوده پیشش دلار کرد. فیرم امیر باشه که من رفت که من میرم خارج میرم یک رقم شب یا بورس برای یک رقم بکنم. این یک کار پرسان که یک از نفرم گفته بودش که 550 دلار میشه. 550 دلار بده میبرم تا چیز اون پیسه ها کار نگاه کرد و پیسه شام کم بودی کرد. کم بودی کرد باز رفت پاسپورت گرفت. پاسپورت در دو روز پاسپورت گرفت. سراده خدا برد و پاسپورت داشت. پاسپورت خواهد گرفت آورد در خانه خوشحالی کرده که نم پاسپورت گرفته بخیر اگر شد میرم تو پدر اگر سویسو پیدا کن پیسه پیدا کن من برم این نفر گفته که من در یک خمه من آخر یکی پیدا شد که من چیز در مزار دیوی تیاره چیز میبرم تحت تیاره ماراتش چه بلد دو میبرم رایت میکنم گفت 2000 دلار بده 2000 دلار بده من رایت میکنم ما گفتیم از کجا که 2000 دلار با پیسه ریز از کجا شد او را موت خلاش شد باز جگه خود شدم در نامه شد از زندگی دیگر بیخی در فامیل چند نفر هستین چقدر مشکلات اقتصادی دامن گیرتان شده بخصوص از وقتی که نظام تغییر کرد مشکلات اقتصاد خصوص تر من بیکار شد جان بیکار شده خرش خانه یک خرش خانه را یک ایسی شایی بیدم من دولت کار رکم من بیکار شدم یک بدم کن مستری بود بیخی بیکار بود دکانش کار بود. بچه دیگه میکنست برای ما در بانک غزلفر بود ما بیکار شد. چند میشه بگوین که در فامیل در کل چند نفر هستیم و این مشکلات اقتصادی چقدر بر شما مشکل آفرین؟ ارزان هست. ارزان هست. اقتصاد خوب فکر کنید که ارزان هست چقدر اقتصاد چقدر داشته باشه که اقتصادی رو پوره کنید. اما روز کم که بخوره امروز یک غزلفر. بیخی هیچ کم نور چای دیگه چیزی که معمولا سب کچالو پیاز هارون پسر چندم تان بود و با ازدواج کرده بود نکرده بود ازدواج نکرده بود پسر چهارم بود پسر چهارم بود ده اولاد دارم که شش دختر است و چهارش بچه هم نوبت ازدواجش بود یا نه؟ دمی روزا گفتم که این نوزاد میکرم دختر مامایش گفتم برش میگرم و دختر مامایش مزار بود از مزار آمد کرد تو برو بچه دختر مامای تو اونو بیبی و رفت کرد از اون مزاق هم گفت ابرایت تا بالا نکن ماما بگیره بودن گفت یک مزاق خوب کرد دیگه باز گفتیم دمی روز از نامزدش میکنیم خیلی از یک خردوم هم یک چیزی پیدا میکنم یک شیر یک پیدا خود میگیریم تماس دختر مامای شد در اون خوش هم بود زیاد ما دیدیم که چی شد باز این خودی دیگر کم شده به خاطر فریب ما آورده بودن و بعد از سقوط از این یک سلسله پروپاگاند و تبلیغات غربی ها هم تاثیر گذار شد این هم سر روحی بخصوص شما نسل جوان بسیار تاثیر میگذاره همین تبلیغات و پروپاگاندی که حالتا را منفی جلوه دادن و این مد حادثی که امروز شما آمدین تنها در شهر کابل به اصطلاح برای اولین باری است ولی ما به این نظر هستم که او ولایت هایی که درجه دوم است و درجه سوم است مثل ولایت های بادغیس و غور مثل ولایت های دوردست و ولسوالی های دوردست داریم که اونا در اونجا هیچ امکانات هایی ندارن و فقر و بدبختی خود داد میزنه در زمان اشرف غنی به 90 رسید و تا به 98% رسیده 98% ملت افغانستان زیر خط فقر است یعنی در زیر صفر قرار داره پس اینمی تبلیغات پروپاگاندای غربی یک سو تحریم ها دیگه طرف و بسته بودن ادارات دولتی دیگه طرف و عدم پرداخت ماش برای کارمندای دولت دیگه اینا رو همیشه که اگر بگیریم سر به سر بکنیم جنبندی بکنیم این خودش سر روی جوانات تاثیرهای بسیار منفی و بسیار ناگوار میذاره که مش نمونه خروار است خواست شما چی هست؟ از حکومت؟
ما از متولیان امور این خواهش دارم که اینا هرچی آجلتر از لجبازی و کشمکش ها با جهان غرب کوتاه بین. نمیشه که تو هم خواستای ببینیم با یک زمان تفاهم پیدا بکنن، زمان همگرایی را پیدا بکنن. امروز دنیا یک دهکده جور شده، همه نمیشه که ما با تمام چیز با اساس شریعت ببینیم. امروز درست است، شریعت ما در کشور ما کشور اسلامی است، الحمدلله ما 1400 سال میشه در کشور زیر سایه بیرق اسلام هستیم، ولی باز تعاملات و رابطات بین المللی که ما داریم اونا را باز ما نمیتونیم با اساس خواستهای شخصی خود ما را تحمیل کنیم بالای دیگران. ما باید از با یک نحوه باید از با جهان کنار بیم تا این مصیبت ها و این مشکلات ها از جامعه ما دور شود. و اگر این روان ادامه پیدا بکنه ممکن تا 3-4 ماه دیگر شاید بسیار حادثه تلختر باشیم. ما 1 میلیون امروز مسئله زنان را طالبان میگه، ما 1.5-2 میلیون بیوه داریم. او بیوه از کجا محرم شرعی پیدا بکنه برای خود یک لقمه نان پیدا کنه؟ او خب محرم کداش بیرو خواهد داد؟ او طفلای صغیر خود از کجا نان داده؟ یا به طور مثال وقتان میگم این جوانای ما که مغزای سرمایه مملکت هستن، ما در تمام نظر به ایسایی که جوان گرفتن ما 70% نسل جوان داریم. این کشوری است که بزرگترین سرمایه فیزیکی داره، قویترین نیروی فیزیکی داره که ما از این جوان ها باید از اینا استفاده بکنیم، زمینه تحصیل برای از اینا فراهم بکنیم. ما بتونیم در پلیسی دیگه علوم و تکنولوژی جهان در اینجا ما بریم که به خاطر رشد جامعه اینمی خاک از ماست، ما از اینمی خاک هستیم. ولی ما از امارات خواهش میکنیم که ملت از گروگانگیری خلاص کنن و با امریکای امپریالیست که باعث بدبختی مملکت ما شد، با ما پشت پرده و معاملاتی که صورت داد و ما میخواییم که از این هم ما را از گروگانی خلاص کنن. پولای افغانستان منجمد شده، پول از ملت افغانستان است، از حکومت طالبان نیست. طالبان 2 ماه شده آمده ولی او سرمایه بیت المال است. اکثریتا شما خبر دارین تقریبا 3.5 یا 4 میلیارد دلار پول تاجرا بند مانده. وقتی که تاجر پولش بند باشه و جنس وارد نکنه، زمینی روند چرخش اقتصاد که به چرخش نبه و او حرکت نکنه، خب عاقبتش یه نمیال روز است. رسانه ها بسته شده و مسائل فرهنگی ما بسته شده، مکاتب های دخترانه و پانتون ها بسته شده. امروز پانتون ها محصل ندارن بخاطر از اینکه فقر و بدبختی است، کسی توان پرداخت فیس پول پانتونه ندارن. وقتی که اینا توان پرداخت نداشته باشن خود جوان حتما ناامید میشه، یک جنون بالایش میاد. اما مطلق پیشتر برای شما عرض کردم، میگه وقتی به تنگ شدم به جنگ شدم، به پشتو میگه پتنگ سون پا جنگ سون. حالا خب اینا خب بتنگ شد حتما دست به یک کار ناشایست و اشتباهی میزنه که جبران کردن از او بسیار سخت است، دیگه جبران نمیشه. و فلحاظا ما از شما رسانه ای تقاضا را میکنم که در داخل و خارج این انعکاس بتین که هرچی زودتر جهان خارج هم باید با مردم افغانستان تعامل بکنن که ببینن که ما را هر روز برای اعلان میکنن که افغانستان در فقر و بدبختی گرفتار است. عامل ریشی از کی است؟ خود شما هستین. چه زمینه امی مصیبت کینا بر ما آوردن که ما امروز جوانای خود از دست میدیم. خوی جوان است، میبینه هر طرف میره در بسته است، هر سو میره ناامید میشه، کار نیست، زندگی نیست و درآمدی نداره. و شما ببینید که چقدر این سرتیفیکیت داره، این چقدر با زحمت ها به این حالت رسید. ورزشکار هم بود، خب بچه با عمل معتاد و هیچ مواد مخدر ورزشکار بود. یکان عمر میبینیم که پاینده ببینیم بازور که 18 این شده، ولی بچه ورزشکار، بچه با استعداد، با این قدر زحمت هایی که به یک جای رسید و امروز میره که ناامید میشه. خب طبعا کار اشتباهی کرد، ما با او عمل را که انجام داد ما مورد قبول ما نیست، ولی بیایم که در آینده دیگه خانواده دچار چنین بدبختی و مصیبت نشن. امیدوار هستم که زمامدارای مملکت هرچی زودتر هرچی عاجلتر یک پلان و یک استراتژی کامل را به خاطر زیربنای افغانستان
و به خاطر ملت افغانستان هرچی چند دست به کار شوند و از لجاجت و کشمکش ها و از اینا کتابن و منافع ملت در نظر بگیرن. استاد کتاب اگر بگوین در موردی که اگر یه وضعیت دوام پیدا میکنه فکر میکنین چقدر این بحران بشری و همچون حوادث تکرار خواهد شد در افغانستان و ما شاهد از دست دادن دوستا و عزیزای خود به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی باشیم؟ اگر این ادامه پیدا بکنه تا سیم، چون ما یک مصیبتی که در افغانستان در طول دو سال که آمده، یکی پرسال کرونا بود و بعد از این امسال ما خشکسالی آمد و در پلی از یک تحول جدیدی که آمد ما مورد تحریم قرار گرفتیم. یعنی مصیبت بالای مصیبت، غم بالای غم، بالای ملت آمد. رای حل شبهت از اینا چاجتر شروع بکنن، دست بکارشن یک پلان، اگر نمیتونن پلان استراتژی جور کنن مراجعه کنن برای ما، ما برشان تره میتیم، ما رای بیرون رفته داریم، ما هزارها به اصطلاح رجال برجسته داریم، ما بسیار قط رجال نیست در افغانستان، ما بسیار مردم های دانشمند با فهم و با دانش داریم که امی کشتیشی که سر با یک از با سایل مقصود برسانه، ما ترها و برنامه هایی داریم که ما میتونیم برسیم. بازم برای حکومت طالع امارات اسلامی افغانستان ای پیشنهاد میکنم که در قدم اول منافع ملی کشور ما برای ما ارجحیت و ارزش بالا داره و ما تا جایی که ما خبرم داریم که اگر ما از غربی ها میخواییم که بالای ما وزیر و سفیر تحمیل نکنن، یکانه مشکلی که فعلا ما تا جایی که خبر دارم اونا میگن حکومت فراگیر. کدام حکومت فراگیر؟ اونمو چهار تا غاصب دوز فاسقی که از افغانستان و سرمایه ملت دوزی کردن میخوان اونا در حکومت فراگیر باشن. نخیر، ما اینجا قطع رجال نداریم، جهان بشناسن که ما بسیار افراد شایسته و افراد لایق داریم بودیم و هرچی زودتر باید از برنامه ریزی بکنن تر و استراتژی دورنمای افغانستان آماده بسازن که ما بریم از این شاید از این مصیبت ها نباشیم و گام به گام پیش بریم. و یک نکته بسیار مهم، اگر این حالت فعلا به این حالت اگر شما در زمستان شاید هزارهان از این حادثه ها خواهد بدید، میره به اطمینان برتان میگم که در زمستانی که پیشلوی داریم فقر، ناداری، ناچاری. خب امروز اگه سازمان ملل یک بجیارت میتن و مواد محروقاتی از از کجا میتن؟ و چوب کار داره، زغال کار داره، و این مواد که به خاطر گرم کردن اولاده خود اینا رست که کنن. شما ممکن که شما ما امروز یا فردا نباشیم، ولی شاید فاجعه بزرگتر انسانی در این زمستان ما هستیم اگر دولت و سازمان های نهاد بین المللی اونا زودتر دست به اقدام نکنه. تشکر از همه شما. یک هفته پیش، دو هفته پیش پس رفته بود به خاطر دفتر خود، دفتر جای کاری خود، از جا بسیار مشکلات رفت. یک بار از جا دیدن کرد، گفت باش اگر امیدواری باشه پس سر وظیفه شوم، پس سر وظیفه شوم. وقتی که داخل وظیفه رفت و دفتر خود سعی کرد که کامپیوترها و همه لوازمه که به حساب امرایش کار میکرد و کلش برهم خورده بود که امرایش آن نبود و بسیار گلوادی شده بود و بسیار ناامید بودم. این دو هفته، یک هفته بسیار ناامید بود. ما به خاطر از اینکه ناامید نباشه در خانه دخ میورد امرای خود بردمش دوکان. پس فردا شب که آمدیم از دوکان نمیدان چیز دوکان بسیار چرتی بود، شب که به حساب میاد سر رخ بود بسیار چرت میزد. دوستا متوجه شده بود، مرا پرسان کرد، گفت بیادر بسیار چرت میزنن. سونی سعی کردم گفتم بیار اینجا، اینجا آمد گفتم چرا چرت میزنی؟ گفت همه تو زندگی بیخی سرم تل خوردن، زیاد نصیحتش کردم، گفتم زندگی سر هم اگه آمدن. گفت نه سرمه زیادتر تل خواه می آمدن، گفت بیخی ناامید شدیم، فقط یک امید از الله دارم دیگه، از دولت امارات اسلامی هیچ امید ندارم که به حساب من رسانه هستم، پس صاحب وظیفه شوم، پس سر کارم شوم. بسیار زحمت کشیدم، میگه بسیار تکلیف کشیدم که باید من دمیجه برستم. بعد اینکه در سر وظیفه خود میگه من که امکانات پوره شد، دولت تغییر خورد، میگه بیخی دیگه امید نمان به خاطر رسانه که من رسانه خبرنگار باشم یا همه سیستم های تلویزیون رو برای خود جور کنم یا برای مردم خبر رو نشر کنم یا قطع نشر کنم. میگه او مکمل از بین رفت. دیگه شب امروی ما بود تا ساعت های ده و یازده به شب امروی ما بود. باز ده به شب ما رفتم در پایین خواب کردن، یک گرپس شد. هر شب تا صبح بیدار می بود، تا سه به شب بیدار می بود، پایین می رفت بالا می رفت. بسیار نارام بود، خوابش نمی برد. باز دمای صبح خوابش می برد.
فردا با نماز خیستم پیش از آذان و ملا که درای زینه هم تو مثل استاد باشی بسیار یک مسافه کم این قدر پایش از زمین از درای زینه بلندتر بود یک 5 سانتی یا 2 سانتی واره دیگه امروی چادر خدا دار زده بود. چند مدت میشه که تلویزیون میشون جگه کار کرده بود؟ بعد پیش از او چی کار کرده بود؟ پیش از او امی بسیار با سختی در تلویزیون حدیث کار کرد، در تلویزیون مشران جرگه آخرا بود، اولسی جرگه، چند تلویزیون دیگه رفت کار کرده بود. با در آخر که شهادت نامی خدا گرفت و درس خدا مکمل خلاص کرد، لسانس خدا، لسانس خدا گرفت، خدای سرید مسلمانی رو زنه بره. آرون در سختی ها مبارزه نتونست، ضعیف شده بود، امید نداشت دیگه که سختی کنه، سختی مقابله کنه.